سلام خدمت دوستان عزیزم، علی اقبال هستم، نوازنده تار و ستار. امیدوارم که شاد و خوش و خرم باشید. همونطور که بهتون قول داده بودم، تصمیم گرفتم ساخت یک ویدیو براتون در مورد شناخت اجزای تار. چطور شد که این ویدیو رو ساختیم؟ ببینید، خیلی از دوستان براشون سوال بود و میپرسیدن که یه ساز تار از چی تشکیل شده، مثلا این کاسه چیه، اینا چیه. بعد ما گفتیم که خب سوال خیلی خوبیه، میتونه برای بقیه هم مفید باشه. بنابراین تصمیم گرفتم به ساخت این ویدیو. ایشالله که بهتون بخوره و ازش استفاده کنید. ممنون. خب من از پایین کاسته ساز شروع میکنم، براتون توضیح میدم. این قطعه که اینجا مشاهده میکنید سیمگیر هستش. جنس سیمگیر از شاخ هستش که در پایین کاسته قرار داره. خب در بالاتر این قطعه که مشاهده میکنید این خرک هستش. خرک یه فاصله ای رو بین سیم ها و پوست ایجاد میکنه. در اصل وظیفش انتقال ارتعاشات سیم به پوست هستش که معمولا در ستار از چوب هستش و در ساز تار از جنس شاخ هستش. خب این بالا که مشاهده میکنید کاسه تار دو تا دهانه داره، دهانه اصلی کاسه و دهانه نقاره که روی اینها پوست قرار داره. جنس پوست از پوست تودلی بره هستش که خیلی نازک هستش، معمولا از پوست تودلی استفاده میکنن. خب در بعضی از سازها از پوست های مصنوعی هم استفاده میکنن. خب کاسه ساز رو مشاهده میکنید. ببینید کاسه ساز یه تیکه نیست. در تار یک کنده چوب دو تیکه میشه و برش داده میشه، تراشیده میشه و بعد تیکه ها به هم متصل میشه. همینطور که مشاهده میکنید رگه های چوب در این قسمت مشخصه که کاسه یه تیکه نیست و از دو تیکه تشکیل شده. در این قسمت دسته ساز بعد به کاسه وصل میشه، این در این پایین. خب همینطور که میبینید این دسته ساز هستش. یه چیزای سفید رنگی روی دسته مشاهده میکنید که اینها از جنس استخوان قلم پای شتر هست که برای تزیین استفاده میشه. معمولا اینا رو برش میدن به صورت تیکه تیکه تو اینجا قرار میدن، البته با مهارت خیلی خاصی. خب در بالاتر اینکه مشاهده میکنید ببینید این شیطانک هستش. وظیفه شیطانک اینه که یه فاصله رو بین سیم و دستی ساز، این فاصله ایجاد میکنه که نچسبه مستقیم به دسته. این شیطانک هستش. خب در این بالا هم تو که مشاهده میکنید به این میگن سرپنجه. سرپنجه یه جعبه هستش که گوشی ها در اون قرار داره. در ساز ستار اینها به خود دسته ساز متصل بود، ولی در تار به این جعبه گوشی ها میگن. در بعضی سازها این ساز ستار برداشتن به صورت داخل خود دسته وارد کردن. ساز استاد قنبری مهر معمولا به این شکله که مثل ستار ساخته شده، اما الگوی اصلی ساز تار این سرپنجه هستش. خب پرده ها در ساز تار و ستار حداقل 25 پرده داریم که بعضی از اساتید معمولا از پرده های بیشتری تا 28 پرده هم استفاده میکنن برای وسعت گام نوت های بیشتر، وسعت انگوش گذاری بیشتر، از پرده های بیشتری استفاده کردن. جنس این پرده ها از روده تابیده شده گوسفند هستش که جدیدن هم از پرده های مصنوعی استفاده شده یا نخ بخیه دامی که حال استحکام این پرده ها بیشتره، ولی اساسا صدادهی پرده روده تابیده شده گوسفند بهتر هستش. خب در این قسمت شکاف مشاهده میکنید. این شکاف ها مخصوص اینه که راحت بتونیم پرده سازو ببندیم که در ویدیوهای بعدی براتون بیشتر توضیح میدم. خب این مقدارم در مورد سیم های ساز بشناسیم. ببینید ساز تار 6 عدد سیم داره که به این صورت جفتی هستش، دو سل دو. در ستار هر کدوم اینا رو یه دونه داشتیم، ولی در ساز تار به دلیل اینکه گستره صدا بیشتر هستش از دو سیم استفاده شده به صورت جفتی که جنس این سیم های اول سیم دو از فولاد هستش، جنس سیم های زر سیم سل مس هستش، این سیم تکی
این هم فولاد هست و این سیم اسم برنجه که این سیم بم کوک میشه. معمولا این سیم ها هر کدوم برای خودشون یک کوکی مجزایی خواهند داشت در دستگاه های مختلف. خب این مختصر بود در مورد شناخت اجزای ساز تار. دوست دارم اگه مطلبی سوال دیگه بود ان شاءالله در ویدیوهای بعدی خدمتتون ارائه میکنم. ممنونم.